باز هم کشتار مردم بیگناه از سوی آخوندها فاجعه آفرید در روزی که مردم روز چهلم محسا رو در کردستان به خیابانها آمدند و میلیونی یک حماسه ساختن آخوندها فهمیدند برای رسیدن به ادامه حکومتشون باید باز یک بحران و یک کشتار تازه شروع کنند سناریوی رو از قبل تعیین شده برای جلوگیری از سقوط در دست داشتند و گذاشتند تا اون روز اون رو اجرا کنند تا بتوانند از این محلکه از خطر رهایی یابند این آخوندهای منفور باز همیشه در مواقعی که احساس خطر کنند برای رسیدن به مقاصد شومشون وارد یک سناریوی از پیش تعیین شده میشوند. دیکتاتورها رفتار کردار و حرفهاشون مثل همه. فرانک دیکوتر دیکتاتورها رو به گونه بسیار جالب تفسیر کرده. او دیکتاتورها را این گونه تفسیر میکنه دیکتاتورهایی که دوام میآورند بر دو ابزار قدرت تکیه دارند وحشت و کیش شخصیت دیکتاتور در نیروهای قضایی نظامی امنیتی پلیس بازجویان و شکنجهگران متکی است چهره دیکتاتورها بر روی بیلبورد ساختمانها، ادارات، مدارس و پادگانها و در ارتش به چشم میخوره. تصاویر، شعارها و سخنان دیکتاتور زینت بخش تمام ادارات و مدارس با هدف کیش شخصیت است. در دیکتاتورها وفاداری به شخص دیکتاتور مهمترین مسئله است. هدف دیکتاتوری تخریب عقل سلیم و تقویت تقدس فرمانبرداری است. همه دیکتاتورها در محاصره افراد چاپلوس و دروغگویان و شیادان سیاسی بی هستند که در طول سالها آنها را ترفی دادند. در نظام دیکتاتوری پاداش وفاداری بیش از پاداش توانایی هاست دیکتاتورها دستاوردها را به حساب خودشان می نویسند اما برای شکستها دیگران را سرزنش می کنند. دیکتاتورها در سطح ملی بگیر و به بند وسیع با عناوینی نظیر جاسوس خائن و فتنگر راه میاندازند دیکتاتورها دشمن فراوان میبینند آنها دادگاه های نمایشی راه میندازند و دگراندیشان را در تلویزیون حکومتی مجبور به اعتراف میکنند با از بین بردن ترس کل زیر بنای دیکتاتوری فرو می دیزند. این صحبت های فرانک دیکوتر هست که شخصیت و اهداف دیکتاتورها رو در اینجا گفته که منم برای شما گفتم و واقعا هم همین است ای همه این خسائل رو در خامنه ای میبینیم این دیکتاتور قرن این دیکتاتور ایران این آخونده منفور حقباز احساس خطر کرد و برای رسیدن به مقصد شومش مقصد ضد انسانی خودش قبلا هم خلافهای بسیاری داشتن در طول این 43 سال 44 سال و همیشه با بحران ایجاد کردند مردم رو گول زدند و موفق شدند شوهای خطرناکی درست کنند به اسم آدمهایی ضد دین افرادی رو بیارن در تلویزیون آخوندی بگویند ما بودیم که کشتیم اعتراف اجباری همیشگی هم در راه است برای جلوگیری از سرنگون شدن نقشه پیاده کردند و باز هم سر مردم رو میخوان شیره بمالند و در گذشته ها این کار رو تجربه دارند بارها با همین ترفند از خطر جستند در روزهای انقلاب میخواستند حکومت شاه رو بدنام کنند برای تخریب شاه فقید نقشه اجرا کرده و سینما رکس آبادان رو آتی زدند و پای ساواج گذاشتند و توانستند با این جنایت و بسیاری از جنایت دیگر به حکومت برسند بعدها معلوم شد که خامنه ای و شرکا مجری آتش زدن بودند. یک بار هم در اول دهه 60 احساس خطر کردند در روزهایی که مجاهدین خلق بر علیها خوندها در خیابانها بودند اینها دیدند با اون جمعیت جوونی که طرفداری میکردن و دیدن در حال سقوط هستند باز رفتن مشهد در کنار مقبره امام رزا، یک بمب کار گذاشتند و تعداد زیادی از مردم بیگناه رو کشتند و به اسم مجاهدین خلق تمام شد و اونا رو از میدون بیرون کردند و حالا هم که در این روزهای انقلاب نوین میبینند مردم دیگر روز به روز از اینها متنفر هستند و در حال سقوط هستند مسئله دیگری رو پیش بینی کردند چون دیدن سقوطشون جدی است آمدن نیروهای سپاه در بیت رهبری رو که اونهایی که از وفادارترین آدمهایی هستند که به رهبر نزدیکند. یعنی از سپاه پاسداران اونها مطمئنتر هستند برای خامنه ای با لباس شخصی آمدند رفتند شیراز و در مقبره شاه چراغ آدمها رو کشتند و بازم با یک نقشه ای حساب شده که اینها داعش هستند اینها میخواهند بیایند کشور رو در دست بگیرند و اینجور آدم کشی کنند تا مردم رو باز بترسونند این مسئله از قبل تعیین شده تا بتونند بحرانی رو درست کنند و از سقوط کنونی نجات پیدا کنند اما دیگه این ترفندهای نخنما شده در جوانان دهه 80 و 90 تأثیری نداره برعکس اونها خشمگینتر بر علیهشون مصممتر میشن تا زودتر اونها رو از ایران بیرون کنن قاتلین مردم در شاه چراغ از پاسداران بیت رهبری بودند مردم در آینده نزدیک این قاتلین رو پیدا میکنند و در جواب هر یک که در اونجا کشته شدند انتقامشون رو از طرفداران خامنه ای از اون پاسدارا خواهند گرفت حالا به همین زودی فیلم اعتراف های تلویزیونی تعدادی از اعدامی ها رو هم میارند و با پول هایی که به خانواده اونها دادند به عنوان مجرمان و کسانی که در داعش بودند از کسانی هستند که در این تظاهرات بر علیه مردم در خیابان ها هستند اونها میگن اینها از ما هستند ما هم از اونها هستیم و به مردم بگویند که اینها و این ماجراهایی که در خیابان ها هست دست پرورده همین آدمها هست و با یک سناریوی پلیسی اعتراف میگیرند و حالا منتظر دیدنش باشید و ببینید که این فیلم سینماییشون هم تأثیری در حرکت انقلابی مردم نداره و مردم بهشون شیشکی می بندن. حوالشون فقط شیشکی است که بگویند دیگر این هنا رنگی ندارد آقای خامنه ی حقباز. لطفا توجه کنید به یک پوستری که اینها درست کردند و در این پوستر که بر اساس فایل اصلی که در تلگرام آپلود شده ساعت 3 و 48 دقیقه دیروز بوده یعنی روز واقعه که اصر میشه این پوستر رو تهیه شده اگر بگیم تهیه این پوستر چهار ساعتم زمان برده یعنی دیروز ساعت شروع کردن به تهیه پوستر 15 و 48 و دقیقه یعنی سه ساعت قبل از واقع نگاه کنید تمام این مسائل نشون میده که اینها از قبل آماده بودند همه کارها رو کردند پوسترشون هم آماده کردند و تونستند این سناریو رو پیاده کنند و مردم بیگناه ایران رو به کشتن بدند ولی اینها دیگر تأثیری نداره دیکتاتور رفتنی است و مردم مصمم هستند که دیکتاتور رو از کشورشون بیرون کنند این هم واقعی کشتار مردم توسط پاسداران طرفدار خامنه تا برنامه دیگر بدرود